سلام و وقت شما بخیر. به این مجموعه خبری از راه فردا خوش آمدید. امروز جمعه 8 جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 29 دسامبر سال 2023 میلادی است. سرخط خبرها. دیدار امیرخان متقی با شماری از مسئولان رسانه‌های ایران و تأکید بر تقویت و توسعه روابط میان دو کشور. خوشبینی ها از رشد صنعت و تجارت در افغانستان. افزایش انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط آهن بندر حیرتان در بلخ. شکایت شماری از باشندگان ولسوالی واخان بدخشان از دسترسی نداشتن به مکاتب و خدمات صحی. و سفر هیئتی از حماس به قاهره به منظور بررسی آتش بس در غزه. سعدالله رحمتی هستم با مشروع خبرها. مولوی امیرخان متقی در دیدار با شماری از مسئولان دولتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی افغانستان را مبتنی بر منافع ملی و دینی عنوان کرده و افزوده که تأمین امنیت، تقویت وحدت ملی، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر از دستاوردهای مهم امارت اسلامی است. در این دیدار وزیر خارجه امارت اسلامی روابط افغانستان را با ایران در حال توسعه و تقویت خوانده و بر اهمیت آن تأکید کرده است. در همین حال آگاهان سیاسی همکاری های دو کشور را در حوزه های مختلف از جمله مسئله مهاجران افغان در ایران مهم می دانند. گزارشی از همکارم غلام حسین صدرا. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امارت اسلامی در صفحه ایکس خود از دیدار هیئت ایرانی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه خبر داد. آقای متقی در این دیدار گفته است که سیاست خارجی افغانستان مبتنی بر منافع ملی و دینی می باشد. وی همچنان روابط افغانستان را با ایران در حال توسعه و تقویت خوان و افزوده که این نشان دهنده آینده روشن برای دو کشور است. سرپرست وزارت خارجه بر اهمیت جغرافیایی کشور، طرح توسعه ترانزیتی و تبدیل شدن افغانستان به مرکز ارتباط منطقه و جهان تاکید کرد. استقرار حکومت مرکزی، تأمین امنیت همه جانبه پس از درگیری‌های 4 دهه، تقویت وحدت ملی، رفع تعصبات و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، بزرگترین دستاوردهای امارت اسلامی است. آگاهان سیاسی کشور معتقدند که روابط و همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران می‌تواند در عرصه‌های مختلف از جمله مسئله مهاجران افغانستان در ایران مهم و اثرگذار باشد و بر تقویت و توسعه آن تأکید می‌ورزند. تأثیرات مثبت میتواند در روابط دو کشور داشته باشد، در حوزه سیاسی، در مسائل امنیتی، در مسائل اقتصادی که تبادلات تجارتی دو کشور افزایش پیدا میکند و همچنین مسائل مهاجرین که از موضوعات خیلی مهمی بین دو کشور هست هم میتواند که یک از موضوعات مهم باشه و در قسمت رفع مشکلات مربوط به این دست از اتباع افغانستان که در ایران هستند میتواند همکاری ها تأثیر خیلی مثبتی داشت. برخی دیگر از این آگاهان جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر را از افغانستان ناکافی خوانده و میگویند که امارت اسلامی باید در این زمینه توجه جدی کنند. این در حالی است که پیش از این سازمان امنیت جمعی از قاچاق مواد مخدر از جمله مواد افیونی، کوکائین، چرس و مواد مخدر مصنوعی از افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. کشت و قاچاق مواد مخدر آنچنان کاهش پیدا نکرده است. ما امروز گزارش هایی را از مرزها داریم که قاچاقبران را توقیف می کنند و شناسایی می کنند که مشغول انتقال مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای همسایه است. این هیئت که متشکل از نویسندگان، شمار از مقامات دولتی، مدیران رسانه‌های مستقل و پژوهشگران ایرانی بودند، سفرشان را پس از دیدار با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، مثبت ارزیابی کردند. وزارت صنعت و تجارت با ابراز امیدواری میگوید که در جریان 2 سال گذشته در بخش صنعت و تجارت پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته است. مسئولان این وزارت میگویند که تلاش‌ها جهت ایجاد سهولت‌ها برای صنعتکاران و تاجران نیز همچنان ادامه دارد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و شماری از تاجران و صنعتکاران میگویند که با وجود چالش‌ها فراراه کار صنعتکاران و تاجران در کشور، امیدواری‌های نسبت به بهبود وضعیت وجود دارد. آنان همچنین پرچاوی‌های دوامدار برق، افزایش مالیات، خرابی جاده‌ها و مشکلات گمرکی را از جمله چالش‌های موجود دانسته، اما بیان می‌کنند که مسئولان حکومت
وعده سپرده است تا این مشکلات را نیز حل کنند. همکارم علی اکبر احمدی به این گزارش پرداخته است. با وجود برخی از چالش ها سد راه کار تاجران، صنعتکاران و سرمایه گذاران در کشور، اما امیدواری های نیز به هدف بهتر شدن وضعیت اقتصاد، صنعت، تجارت و نیز سرمایه گذاری وجود دارد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در حال حاضر صدها شرکت تولیدی در افغانستان فعالیت دارد. روابط تجارتی با بیشتر کشورهای منطقه و جهان برقرار است و تلاش ها جهت بهبود این وضعیت همچنان ادامه دارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می افزاید که در جریان نزدیک به 2 سال گذشته و پس از بهبود وضعیت تجارتی با کشورهای منطقه و جهان، روابط صادرات نیز افزایش چشمگیری یافته است. ما تانستیم ارتباط تجارتی خود با کشورهای مختلف دوباره احیا بکنیم. ما در حال حاضر با بیشتر از 80 کشور روابط صادراتی داریم در بخش تجارت و از بیشتر از 90 کشور است که ما از اونا اقلام مورد نیاز کشور واردات داریم. و ما یکی از نمونه ها رو برتان یادآور میشیم که بعد از 30 سال ما تانستیم دوباره روابط تجارتی به طور وافره با کشور روسیه داشته باشیم و ما در بخش صادرات خصوصا میوه خشک میوه تازه امرای روسیه ارتباطی نداشتیم و ما تانستیم در سال گذشته بالاتر از 50 تن انار ما صادر بکنیم به کشور روسیه. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز میگوید با آنکه حکومت سرپرست گام های عملی را جهت حل چالش های سد راه تاجران، صنعتکاران و سرمایه گذاران برداشته، اما اکنون هم به دلیل کمبود برق، بالا بودن مالیه، خرابی جاده ها و نبود خط ریل منظم نمیتوانند با کشورهای منطقه رقابت کنند. در ارتباط برق مشکلات بسیار زیاد داریم. قسمی که سابق به این مشکل دچار بودیم هنوز هم این مشکلات ادامه داره. فابریکا داره ما در مجموع برق وافر با قیمت مناسب نداریم که ما بتانیم حداقل با کشورهای همسایه و تولیدات کشورهای همسایه رقابت کرده نمیتونیم. مشکل وجود داره با ترانسپورت، مشکل وجود داره در سرک ها و خط ریل، هنوز مشکل وجود داره که ما با ترانسپورت خیلی قیمت میتونیم اجناس ما را انتقال بدیم. و گمرکات هم همون سیستم قدیمی که از حکومت های گذشته باقی مونده واقعا مشکلاتش در از هر ناحیه دارن. ادارات مالیاتی مشکلات خود دارن. شماری از صنعتکاران و سرمایه گذاران نیز با تاکید بر حل چالش هایشان از سوی حکومت میگویند که می توانند فعالیت های مؤثر را در بخش صنایع دستیشان داشته باشند. بیشتر ماشین‌آلات ما هست با برق کار میکنه. فعلا ما دسترسی به برق نداریم و نمیتونیم از ماشین‌آلات استفاده بگیریم و کار کنیم. سوم مشکلات آب صحی است و سرویس های بهداشتی است که ما از اونها هم در دسترسی نداریم. از دولت محترم و خواهان این هستیم که زمینه رشد هرچه بیشتر خانم ها را در بخش تجارت مهیا بسازه و اونها را همیشه مورد حمایت خود قرار بده. ما از دولت خواستیم است که روی تقلب را بگیرند. خوشبختانه باید بگیم که تقریبا بیشتر از 30 کشور ما صادرات داریم با کشورهای آسیا، با کشورهای آسیای میانه و با آمریکا و با کانادا با ایجام صادرات شروع شده. با وجود این همه اما وزارت صنعت و تجارت میگوید که رهبر امارت اسلامی برنامه های گسترده را جهت حل مشکل های تاجران و صنعتکاران روی دست دارد تا بیشتر سرمایه گذاری ها در داخل کشور صورت گیرد. مسئولان این وزارت از سایر صنعتکاران و پیشورانی که در بیرون از کشور به سر میبرند نیز خواستار سرمایه گذاری آنان به داخل افغانستان هستند. مسئولان اداره خط آهن در بلخ میگویند در این اواخر انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط آهن افزایش یافته و همزمان با افزایش روند انتقالات عواید این اداره نیز 30% افزایش داشته است. با این حال شماری از تاجران ضمن استقبال از این روند از مسئولان میخواهند که به بعضی از مشکلاتی که تاجران با آن روبرو هستند رسیدگی کنند. خط آهن حیرتان یکی از بزرگترین خطوط آهن در کشور است که روزانه از طریق آن هزاران تن اموال تجارتی از کشورهای آسیای میانه به افغانستان انتقال می‌یابد. مسئولان در ریاست خط آهن بلخ میگویند اخیراً روند انتقالات از طریق این خط آهن افزایش یافته و در پی افزایش انتقالات از آن عواید این ریاست نیز 30% بلند رفته است. از موج انتقالات الحمدلله چه کم د منځنی آسیا څخه موږ ته مثال کم واردات راځي نو هغه پسه پرتوګه تقریبا د ورځې هغه حد یو ساتي 150-160 واګونونه موږ ته مال راځي تقریبا نظرتونه لزرتونه ته د ورځې. همزمان با افزایش انتقالات از طریق خط آهن، فرصت‌های کاری نیز برای شماری از کارگران در اینجا ایجاد شده است.
با این حال شماری از تاجران از مسئولان می‌خواهند که به بعضی از مشکلاتی که با آن روبرو هستند رسیدگی نمایند. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ می‌گوید به زودی کار بازسازی خط آهن حیرتان مزار شریف نیز شروع خواهد شد. لاتون طبعا است خو بعضی از سنتیم را رامنست کردی اغونه سنتیو نه رامنست سوی کلاتون چی مجرت دغل ضرورت لرو نو موږ غواړو د حکومت څخه دا اړه کې جدي توجه او بعض مشکلاتونه چې تجربه لري دغه ورته حل کړ. خلای تعورات خطاهن از مسیر حیرتان الا پورت پنجم دوچار عوارض تخنیکی شده بود و از استفاده صورت نمی گرفت و اخیرا با کشور همسایه ازبکستان قرارداد گردیده که با تکمیل پروسه مواد قرارداد کار عملی از او آغاز بشه. و یک نوید دیگر در راست که در این رابطه قابل یادآوری است که رهبری امارات اسلامی مصمم است که کار تمدید خط آهن از مزار شریف الا ایراد و از الا مزار شریف تا تورخم در برنامه های انکشافی بعدی بگیرند. گفتنی است که پیش از این اداره خط آهن کشور نیز اعلام کرده بود که ازبکستان بخش های آسیب دیده خط آهن حیرتان مزار شریف را ترمیم و بازسازی میکند. نماز عباد سیاسی این جمعه با حضور هزاران تن از شهروندان کشور در مساجد و مصلی‌های شهر کابل و ولایت‌های مختلف کشور اقامه گردید. خطیبان جمعه در خطبه‌هایشان ضمن دعوت مردم به تقوا، پرهیزگاری و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی بر دستگیری از فقرا و مهاجران اخراج شده از کشورهای همسایه اشاره کرده و از خیرین کشور خواستند که در زمستان جاری نیازمندان را فراموش نکنند. امامان جمعه همچنان در سخنانشان به خشکسالی در کشور اشاره کرده و بر صرفه‌جویی در مصرف آب تأکید کردند. هزاران تن از شهروندان با حضور در مصلی‌ها و مساجد کشور نماز عبادی سیاسی این جمعه را ادا کردند. خطیبان جمعه ضمن دعوت مردم به پیروی از دستورات الهی، تقوا، پرهیزگاری و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی با اشاره به ارزش آب برای موجودات زنده اشاره نموده افزودند. با آنکه حیات تمام موجودات زنده بستگی به آب دارد، اما امسال مردم افغانستان به علت کاهش باران و برف در کشور با مشکلات زیادی کم آبی روبرو هستند و از شهروندان خواستار استغفار به درگاه خداوند جهت بارش باران و برف شدند. بهترین نعمت خدای متعال برای همه موجودات، برای همه زندگان‌ها، برای همه حیوانات، مخصوصاً برای انسان، باران رحمت الهی ما متاسفانه میبینیم که این باران رحمت قطع شده. دیگر شما میبینید که در دهات در خود کابل امروز کمابی متاسفانه غوغا کرده. خدای متعال میفرماید و جعلنا من الماء كل شيء حیا، حیات همه موجودات زنده، دیگر رشد و نمو و ترقی همه اینها بستگی به آب دارد. این خطیبان همچنان در بخشی از سخنانشان بر فقر، بیکاری و اخراج مهاجران از کشورهای همسایه نیز اشاره کرده بیان کردند که آمار فقر و بیکاری در کشور رو به افزایش است و سوی دیگر در جریان سال روان خانواده‌های زیادی از کشورهای همسایه اخراج شده و به وضعیت بدی در افغانستان زندگی می‌کنند. آنان از تاجران، خیرن و نهادهای امدادرسان ملی و بین‌المللی خواهان همکاری‌های مالی با این خانواده‌ها به خصوص در زمستان جاری شدند. بیایم در شرایط موجود افغانستان عزیز با وصف که فقر اقتصادی و بیکاری زائد الوصف در کشور ما غوغا می کند، اما سیلی از مهاجرین غریب و مظلوم و مسلمان این کشور قهرن و جبرن از کشورهای مهاجر پذیر یک وقت و زمان اخراج می شود، اینجا ایجاب می کند که هم حکومت موجود هم ملت و مردم. همزمان با این نماز جمعه این هفته با حضور پرشور نمازگزاران در سایر ولایات کشور نیز برگزار شد. خطیبان و امامان جمعه از مردم خواستند که وحدت و همپذیریشان را حفظ نمایند و در نهاده نشدن آن در جامعه بیشتر تلاش کنند. باشندگان پامیر در ولسوالی واخان بدخشان میگویند هنوز هم به خدمات صحی و مکاتب دسترسی ندارند و از حکومت خواهان ساخت سرک هستند. مسئولان ریاست سرحدات اقوام و قبایل بدخشان میگویند که
ساخت سرک پامیرها شروع شده و همچنان ایجاد یک لیسه و تشکیل ولسوالی در پامیرها را که به مرکز پیشنهاد داده بودند منظور شده است. گزارش از همکارم اسلام الدین صاحبزاده از بدخشان. بدخشان یکی از ولایت‌های کلیدی در حوزه شمال شرق به حساب می رود. شمار از باشندگان روستاهای پامیر بزرگ فیض آباد مرکز بدخشان آمده است. اینها می گویند که به چالش‌های بیشتری روبرو هستند، بخصوص نبود مکتب، کلینیک، مکاتب و دیگر مشکلاتی که بیشتر در گزارش میبینیم. شماری از باشندگان پامیر که یک ماه بیشتر میشود به ولایت بدخشان آمدند. میگویند پس از روی کار آمدن امارت اسلامی سهولت ها برایشان فراهم شده است. برخی از باشندگان دیگر این بخش های دور افتاده بدخشان خواهان توجه جدی حکومت شدند و کار سرک به سرعت ادامه دارد و ایجاد مکتب و سایر سهولت های دیگر هستند. امارت اسلامی که آمده برای ما بسیار کمک های زیاد کرده و از مشکلات ما با کل شما معلوم است، قبلا هم معلوم است، حالا هم میگویم به خاطر گفته‌های خدا ما سرک نداریم. اولا مشکلات ما همی سرک است، همی سرک باشه کل چیز ما انشاءالله حل میشود. دویم مشکلات ما تلفن است، تلفن نبود، با کلانا، با بزرگاه، با وزیر صاحبا رفتیم، ما ملاقات شدیم، اونا برای ما بسیار کمک کردن. گذشته ما بسیار مشکل داشتیم، دولت پیش با ما خدمت نکرد، یا شکایت هم نیست، دیگه هم نیست. چرا ما 100 سال شد در افغانستان آمدیم، نفس افغانستان 150 سال شد، با ما چی شده؟ هیچی نشده. آخر اقلیت ما مردم هستیم، دیگه مردم نیست، دیگه از ما کرده پاسمان کس نیست. 3 سال است که ما دمی جا آمدیم، جا پیدا کردیم. ما از سر تا سر اول پامیر 4 روز میرسیم، آخر پامیر هستیم ما، آخرش. از آخر پامیر ما 7 روز میاییم دمی جا. مسئولان در ریاست سرحدات، اقوام و قبایل بدخشان میگویند از میان ولسوالی های 13 ولسوالی این ولایت سرحدی به حساب میآید که برخی سهولت ها برایشان فراهم شده است و هنوز هم مشکلات در برخی ولسوالی های سرحدی وجود دارد. ولسوالی سرحدی شده از جمله ولسوالی واخان که تقریبا در اونجا دو قوم زندگی میکنند، یکی قومای واخی هستند و یکی در پامیرات که پامیری خرد و بزرگ شامل از قومای قرقیز است. و کسایی هستند که تقریبا 150 سال بیشتر میشه که اونها در افغانستان هستند، فعلا تبع افغانستان هستند و هویت افغانستان دارند. اون مردم از هر نوع خدمات آنها به بهره بودند، اونها اصلا دیگه از هر نوع خدماتی صحی، از هر نوع خدماتی، علوم اجتماعی، از هر نگاه محروم بودند. با گفته رئیس سرحدات این ولایت، باشندگان پامیر از قوم قرقیز از محرومترین مردم در بدخشان هستند که با روی کار آمدن امارت اسلامی سهولت ها برایشان فراهم شده و گفته می شود تشکیل ولسوالی و یک باب لیسه بزرگ در پامیر منظور شده و قرار است بدودی ساخته شود. به نام ولسوالی پامیرات یک ولسوالی پیشنهاد شده و هم فکر کنم منظور شده و همچنین برای مردم یک مکتب به نام لیسه پامیر به همین ولسوالی سرحدی که تقریبا نبوده و قبلا فعلا منظوری از آن آمده. ما تلاش داریم که مکتب باید جور شود، به طفلا و جوانان سرحدی که شاملی و مکتب شوند و دیگه عرضه خدمات علوم برشان شود. به گفته مسئولان با رسیدن زمستان همه ساله مسیر اکثر ولسوالی های سرحدی برای مدت بیش از 3 ماه برای رفت و آمد بسته می شود که تمامی آمدگی ها به خاطر پاسخدهی رویدادهای طبیعی در بخش های دوردست را گرفتند. بدخشان یکی از ولایت های کلیدی است که با کشورهای آسیای میانه هم مرز است، از جمله کشور تاجیکستان، پاکستان، چین و شاخه هست کشور هند همچنان وصل هستند. اسلام الدین صاحبزاده، تلویزیون جهانی رای فردا، بدخشان. این بود مجموعه خبری این ساعت از راه فردا که تقدیمتان شد. از توجه و همراهیتان سپاس. وقت خوش، خدا نگهدار.